Kadles. سلام عرض شد آرمین جان. سلام، خوب هستی؟ سلامت باشی، صدای من هست خوب؟ بله، صدات خوبه. خیلی ما ارادت داریم خدمت شما آقای نروانپی. مرسی، ممنون. سلامت باشیم و اینکه از فنای درجه یک جمهوری بی خدایان هم هستم، اصلا منتظرم که تو ویدیو آپلود بکنی بیام ببینم. مرسی. موضوعی که من خیلی دوست داشتم در موردش صحبت بکنم همین جمعیت مسلمان ها هست تو دنیا که علت خیلی زیادی، یعنی الان این جمعیت، این تعداد جمعیتی که ما میبینیم تعدادی نیست که باید، یعنی این افرادی که میگن چقدر جمعیت 1 میلیارد خورده ای مسلمان، اینا اگه مسلمان زاده نبودن، یعنی اگر یه جوری بود که خودشون میخواستن دینشون رو انتخاب بکنن، مطمئن باشه این اتفاق نمیافتاد. یعنی من خودم از داخل ایران دارم با اتون صحبت میکنم، ما به دنیا میایم، همون که به دنیا میایم در خوشمون اذان و نمم اشهد و اینجور دریوری ها میخونم و خودمونم اصلا، بعد این جمعیت میره توی همون آمار حساب میشه در واقع که نباید بشه. یکی این که حکم ارتداد اگر نبود تو اسلام، خیلی ها میتونستن راحت اعلام بکنن، این کارو قطعا میکردن. و یه مورد دیگه هم این که اول لایو استریمت گفتی که میان یه سری ها میگن ابلیس، شوخی میکردی میگفتی ابلیس، میگفتن شیطان پرستن. من این قضیه رو کامل خوب یه 10 سالیه دارم درکش میکنم کاملا تو ایران. من کارم موسیقیه، توی دانشگاه موسیقی خوندم، از بچگی ساز میزدیم، علاقه من شدیم دیگه، رفتیم دانشگاه موسیقی خوندیم، الانم شغلم هم مدرس موسیقیم. این حالا موسیقی که من دوست دارم، من ساز تخصصیم گیتار الکتریک بوده تو دانشگاه. سازی که من دوست دارم، حالا مثلا یه مقدار من موام بلنده، لباسهای مشکی میپوشیدیم زمان دانشجویی و اینها، تمام مدت دوست و آشنا و فک و فامیل و تو خیابون، تو مترو، این ور اون ور، انگشتا به سمت ما، حالا یه سری از دوستان دراز که اینا شیطان پرستن، حالا چون موهامون بلنده و یه خورده میدونی استایلای اون موقع، حالا زمان دانشجویی، یعنی هر چیزی که مسلمونا خودشون خوششون نیاد ازشون، یا شیطان پرستن، یا با اسرائیلن، یا با آمریکان، یا نمیدونم، میدونی، یعنی اصلا اینجا خودشون به خودشون رحم نمیکنن، میگن یه یارو میگن مثلا یهودیه، فوش میدونن اینو، میدونی مثلا میگن خسیسه مثل جهودا میمونه، خودشون با خودشون دعوا دارن، با اینکه خودشون قبول دارن و قبول دارن که مثلا دین یهود و دین مسیحیت هم دین آسمانیه، ولی تو اگر بخوای داخل ایران بری به میل خودت یه دین آسمانی هم انتخاب بکنی، مثلا من اگه بخوام برم مسیحی بشم، هم باز حکمم ارتداده، باز اعدامم میکنن. خیلی چیز جالبیه. اینا چیزایی بود که من دوست داشتم تو کانال مطرح بکنم که در موردش صحبت بکنیم. اگه زیاد صحبت کردم عذرخواهی میکنم. نه، اتفاقا تو تاریخ دینم این اتفاق خیلی زیاد میفته. شما نگاه کنین، حتی مثلا خود شیطان هم اگه نگاه کنین تو دین مسیحیت، اکثر مثلا فیچرهایی داره از دینای دیگه گرفته شده، به خاطر که ببین مثلا مسیحی‌ها وقتی که به قدرت رسیدن و دین تمام اروپا شد مثلا مسیحیت دیگه، همه این فقط اسلام نیست، مثلا ما تو دنیای اسلام به دنیا اومدیم، دیدیم که مثلا چجوری همه اینا همه دنیا رو دو دسته میکنن، یا اسلام یا غیر اسلام. خب قبل از اسلام، بعد از اسلام، همه چی مثلا دوگانه است. خب بقیه ادیان هم اینجوری بودن. خب مثلا مسیحیت هم وقتی که شد مثلا دین اصلی جهان، همه چی یا مسیحی بود یا غیر مسیحی. مثلا خب همه غیر مسیحی ها یه چیز بودن، همشون شیطانی بودن. خب این خیلی جالبه، برای اینکه توی مثلا قیافه شیطان هم اگه نگاه کنید، تمام ادیان قبل از مسیحیت و اینا رو همشون رو مثلا دیمانیک میدونستن، میدونستن میشه مثل و اینا رو همه رو اهل شیطان میدونستن. خب تو شاخ شیطانو از یک سری از مثلا افسانه های یونان باستان اومده، این چیز
فورکی که دست شیطانه به فارسی چی میشه؟ این چنگالی که داره دست چی میشه؟ اونو از پوسایدن گرفتن. همه چیاش مثلا به خاطر که مثلا گربه که شد مثلا یک حیوان جادوگری و شیطانی، به خاطر این بود که مثلا تو ادیان باستان مثلا گربه مثلا مقدس بود. خب برای من هر چیزی که برای اونا مقدس بود هر برای اینا حتما شیطان پرستی میشه. این لازم شه، یعنی این که مثلا همه چی رو، همه چیزی که ببین مغز انسان یه جوری تو طبیعت به وجود اومده که دوگانگی رو خیلی دوست داره. خب خیلی دوست داره همه چی رو ساده کنه. همه ما دوست نداریم مثلا دو سه تا دشمن داشته باشیم، همه دشمنمون باید با هم یکی بشن. این توتهایی هم توهم توته هم که مثلا داریم همینجوری است. خب مثلا نگاه کنین حتی کسایی، ببین این حتی فقط هم دیندارا نیستن، حتی کسایی که مثلا تو گروه های ما هستن، خب مثلا حتی براندازا، خب میان میگن که مثلا هر جمهوری اسلامی خب مثلا بد، خب ولی مثلا فران گروه هم مثلا میان یک کاری میکنه که مثلا بده برای مردم ایران و میگن که خب نه اینا حتما با جمهوری اسلامی یکی هست. خب یا اینا جمهوری اسلامی توش هم دوست دارن همه اینا رو با هم یکی بکنن، برای اینکه یک روش ساده به دنیا نگاه کردنه، دنیا رو به خوب و بد تقسیم کردنه. نمیدونم چه، ما طرف خوبیم، همه کسایی که ما نیستن بدن و اینا با هم یکی هن. ببینی بزرگترین حرکتی هم که اینو مد کرد میدونی کدوم حرکت بود؟ چه دینی اینو بیشتر از همه مد کرد تو دنیا؟ میدونی کدوم دین بود؟ چه دینی چیکار کرد؟ متوجه نشدم. چه دینی اینو مد کرد؟ چه دینی اینو بیشتر از همه یعنی با تبلیغ کرد که تو تمام دنیا؟ یعنی این یه چیزی هست که تو مغز ما طراحی شده، خب؟ ولی دینی که اومد اینو بیشتر از همه مد کرد و بقیه ادیان هم ازش اینو گرفتن، میدونی کدوم دین بود؟ دوگانه که دوتا کردن همه جهان خوب و بد، خوب علیه بد. ولی ما آشغال و کسافتکاری دیدیم از اسلام بوده دیگه، چیز دیگه تو ذهنم نیست. زرتشتی بوده. عجب. زرتشتی بوده. ببین توی دنیای اسلام اینو از کجا گرفته؟ اسلام اینو از یهودیت و مسیحیت گرفته. خب یهودیت اینو از کجا گرفته؟ یهودیت اینو از موقعی یهودی‌ها موقعی که توی اومدن از بابل انداختنشون بیرون اومدن توی از اسرائیل انداختنشون بیرون اومدن توی بابل با و بعدم که ایرانی‌ها اومدن مثلا کوروش اومد نجاتشون داد، خیلی‌هاشون هم موندن. خب و دنیای یهود به دنیای ایرانی‌ها خیلی قاطی شد و اگه نگاه کنین قبل از اون تو دین یهود اینجوری خوب و بد دوگانه نبود. شیطان هم تو دین یهود اون زمان آدم بدی نبود، اتفاقا توی طرف خدا بود شیطان اون زمان. خب شیطان مثلا یک کسی بود که مثلا توی محلی که خدا بود اونم بود و با خدا مثلا یک چیز کرد، مثلا یه چالنجی کرد خدا را، ولی بد نبود. مثلا شیطان تو دین یهود ضد خدا نبود، مثلا خدا خوب باشه شیطان بد باشه. خب یه کاراکتری بود که با خدا مثلا یه کارایی توی دربار خدا یه کارایی میکرد، خب یه رولی هم داشت. خب رول یعنی با خدا حتی بعضی موقع هم یعنی همسوی خدا هم بود. خب ولی بعدن که یهودی ها اومدن دیدن تحت تاثیر دین زرتشت قرار گرفتن، خب بعد از اینکه از اسرائیل اومدن بیرون و اومدن تو دنیای ایران و اینا زندگی کردن، از دین زرتشتی خیلی چیزا رو گرفتن. جهنمو برای اول تو دینای ابراهیمی، خب جهنمو به خاطر اینکه یهودیا برزخ رو تو دین زرتشت دیدن، جهنم اومد تو یهودیت، بعدم از یهودیت رفت به اسلام و مسیحیت. فرشته ها رو از همین چیزایی مثلا تو دربار خدا دیتی های دیگه که تو دربار خدا بودن، فرشته ها رو از اونجا گرفتن. این دنیا رو خوب و بد کردن، مثلا اهریمن و اهورامزدا که دوتا بود، یکیش خوب بود یکی بد بود، این باعث شد که مثلا دینای ابراهیمی یاد بگیرن از زرتشتی که حالا خدا خوبه. چی شد؟ دست دادیم. خدا خوبه، شیطان هم بیایم بزرگترش بکنیمش دشمن خدا، که این دوگانه خیلی چیز پاپیلار بود، خیلی مردم دوست داشتن که یه قدرت خوب داشته باشی یه قدرت بد. اینا هم از زرتشتی گرفتن.